بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب الله العالمين، أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. یکی دیگر از مستحبات و آدابی که دین مبین اسلام برای ما ترسیم فرموده و خداوند متعال این گونه زندگی و این گونه کیفیت از حیات و زندگانی انسان رو می طلبد برای سعادت خود انسان، هنگامی که کلام الله رو در دست می گیرد، آدابی که نسبت به این کتاب عزیز و مقدس باید مراعات کند رو بیان دین اسلام برای ما بیان فرموده. برخی از این آداب رو در جلسات گذشته ذکر کردیم، می رسیم به یکی دیگر از آداب و آن اینه که خداوند متعال وقتی نعمتی را به انسان مقدمه باشد، وقتی نعمتی را برای انسان عنایت می فرماید، معلوم نیست این نعمت پایدار باشد، همیشه با انسان همراه باشد، یا اینکه نه یک نعمت مختصر و زائل شدنی هست. اگر انسان قدر اون نعمت را بداند، اینه که این نعمت با آن پایدار باشد، همراه باشد، احتمالش بیشتر است. خداوند متعال وقتی قرآن رو در دلهای ما قرار می دهد، انسان به واسطه اون نعمت الهی حفظ این آیات، حفظ این سور الهی، سوره های قرآنی رو انجام می دهد، لذا باید قدردان این نعمت که در دل و در سینه من آیات کتاب الله مجید را در بر دارم، حافظ قرآن هستم، حافظ سوره های قرآنی هستم، لذا قدردان این نعمت ها انسان باید باشه. ممکنه این نعمت ها بعد از مدتی، این نعمت همراهی با قرآن، وجود آن در سینه و در رکیزه و در ذهن من همیشه با من نباشد. ممکن است امسال که حفظ قرآن کردم، چند سوره از سوره های قرآنی رو فرا گرفتم، حافظ شدم، تا چند ماه آینده، تا چند سال آینده این نعمت رو دارا نداشته باشم. من یکی از آقایون و مجتهدینی که چندین اجتهاد از مراجع عظام تقلید داشتند، ایشون رو خودم دیدم، رحمت خدا رفتند، در اواخر عمر به واسطه اون بیماری و اون مرضی که گرفتار شده بودند و چندین مرتبه سکته مغزی براشون اتفاق افتاده بود، هیچ چیزی از اون اندوخته های گذشته رو به یاد نمی آوردند. مجتهد بوده، چندین اجتهاد از چندین مجتهد و مرجع رو دارا بوده، اما در اواخر عمر، در چند سال آخر زندگانی خودش، هیچ چیز را به یاد نداشت، نه آیه قرآنی، نه روایت از اهل بیتی، نه قواعد فقهی و اصولی، تمام اینها را فراموش کرده. انسان نمیدونه تا کی این نعمت با او پایدار است، لذا قدردان این نعمت باشد. این هم مسئله نسیان، هم برخی وقتها امتحان الهی هست. خداوند متعال میخواد انسان را امتحان کنه، او رو مبتلا می کند به این فراموشی، یا اینکه خداوند متعال می خواد به انسان بفهمونه که ای انسان، تو چقدر ضعیف هستی، قدر خودت را در دنیا بدان، الان در ناز و نعمت هستی، در مقابل خداوند متعال که خالق سماوات و ارضین است، چقدر این انسان و تمام موجودات ضعیف و ناچیز هستند. برگردیم به اون آداب و سننی که نسبت به قرآن مجید بود. یکی از آداب همان گونه که روایات شریفه در این زمینه وارد شده، این که انسان قرآن رو ترک نکند، آن ترکی که موجبات فراموشی قرآن بشود. بعضی وقتا انسان به واسطه ترک مدتی از زمان
برای قرآن، برای دانش خود، آموخته های خود، اینا رو ترک می کنند، ممارست نمی کند انسان، لذا کم کم اون رکیزه و اون معلومه ای که در ذهن او هست و اون دانشی که فرا گرفته کم کم از بین می رود و به فراموشی می رود. روایت از یعقوب الاحمر هست، قال قلت لابی عبدالله علیه السلام ان علی دینا کثیرا وقد دخلنی ما کاد القرآن ان یتفلت منی، من گرفتار هستم، مقروض هستم، دین دارم، باید به مردم ادا کنم، به خاطر این مسائل ممکن هست و اتفاقم افتاده که قرآن، سوره های قرآنی از سینه من رفته، دیگه به یاد ندارم. یعنی اول واجد این نعمت بوده، حافظ آیات و سوره های قرآنی بوده، الان فراموش کرده. فقال ابو عبدالله علیه السلام القرآن القرآن، مبادا فراموش کنی، قرآن خیلی اهمیت دارد، القرآن القرآن، ان الآیت من القرآن والسورة لتجیء یوم القیامة حتى تصعد الف درجة یعنی فی الجنة. آقا امام صادق علیه السلام میفرمایند که آیات قرآن، سوره های قرآن مجید می آیند روز قیامت و در بهش به هزار مرتبه بالا و هزار درجه بالا می روند، صعود پیدا می کنند. فتقول، اون سوره ها و اون آیات قرآنی، فتقول لو حفظتنی لبلغت بها، لبلغت بک ها هنا، اگر مرا فراموش نکرده بودی، اگر از من محافظت می کردی، من تو را به این درجات بالا می رساندم. پس انسان فراموش کرده، روز قیامت هم به واسطه نخواندن یا به واسطه عدم حفظ تمام این درجات رو نمیتونه طی کنه. همون نزدیک به همون معنایی که در جلسات گذشته هم ذکر کردیم، اشاره کردیم، اقرا ورقا، روز قیامت خطاب می آید، ندا منادی میگوید که آیات قرآن را بخوان و درجه درجه در بهشت بالا برو. لذا اهمیت حفظ قرآن و عدم فراموشی اینجا مشخص می شود. روایتی دیگر از آقا امام صادق علیه السلام، راوی بهش میگه، عرضه می داره، ابن رسول الله جعلت فداک انه اصابتنی هموم و اشیاء لم یبق شیء من الخیر الا وقد تفلت منی منه طائفه حتی القرآن. به خاطر اون گرفتاری های زندگی که از خداوند متعال خواهان هستیم که انشاءالله رفع گرفتاری کند از تمام شیعان امیر المؤمنین، هر گرفتاری که هست، هر مشکلی هم مغمی که دارد، به برکت محمد و آل محمد علیهم السلام تمام این گرفتاری ها انشاءالله زدوده شود. عرضه می دارد ابن رسول الله، به خاطر گرفتاری ها، به خاطر ناملایمات زندگی، من بسیاری از چیزهایی که در ذهن و رکیزه خودم داشتم رو فراموش کردم، حتی برخی از آیات و سوره های قرآنی، قسمتی از قرآن رو هم فراموش کردم. وقد تفلت منی منه طائفة حتی القرآن، لقد تفلت منی طائفة من، برخی از قرآن هم از دل من رفته، از سینه من خارج شده. قال ففزع عند ذلك حين ذكرت القرآن. آقا امام صادق علیه السلام مثل کسی که ترسیده، فزع بر او حاصل شده، وقتی گفتم قرآن رو فراموش کردم، همچه حالتی برای حضرت پیش آمد. ثم قال ان الرجل لینسا السورة من القرآن فتأتیه یوم القیامه. ممکن اگر کسی فراموش کند سوره ای از قرآن مجید رو، روز قیامت اون سوره می آید نزد او، حتی تشرف علیه من درجه من بعض درجات، تا جایی که از بالای درجات و منازل و مرتبه های بهشت آن سوره مجسم می شود، از بالا به او می نگرد و نگاه می کند و مشرف بر او هست. فتقول السلام علیک، سلامش میکنه، فتقول و فیقول اون بنده خدا و علیک السلام من انت،
فتقول انا سوره کذا و کذا ضیعتنی و ترکتنی، من همون سوره هستم که منو فراموش کردی، من همون سوره هستم که منو رها کردی، ضیعتنی و ترکتنی، اما لو تمسکت بی لبلغت بک هذه الدرجه، اگر به من مرا گرفته بودی، مواظبت و محافظت کرده بودی از من، من تو رو به اون درجه خاص بالا میرساندم که الان در اون درجه و منزلت هستم. ثم اشار به اصبعه ثم قال علیکم بالقرآن فتعلموه فإن من الناس من يتعلم القرآن ليقال فلان قارئ. سپس حضرت فرمودند، اشاره فرمودند که قرآن را بیاموزید، از مردم کسانی هستند که قرآن را میاموزند برای اینکه بگن فلانی قاری قرآنه. و منهم من يتعلمه فيطلب به الصوت، برخی هم قرآن را میاموزند برای اینکه بگن این شخص صداش خوبه، برای تحسین صدا و صوت قرآن را می آموزد. فیقال فلانون حسن الصوت ولیس فی ذلک خیرون، هیچ ارزشی ندارد اگر بخوام قرآن رو فرا بگیرم، یاد بگیرم، برای اینکه به من بگن فلانی قاری قرآنه، برای اینکه صدام خوب بشه، این ارزشمند نیست. و منهم من یتعلمه فیقوم به فی لیله و نهاره لا یبالی من علم ذلک و من لم یعلمه. و از مردم کسانی هم هستن که قرآن رو فرا میگیرند برای خود قرآن، قرآن رو فرا میگیرند در حالی که برای آنها مهم نیست، ارزشمند نیست، مردم بخواهند بفهمند این شخص حافظ قرآنه، قاری قرآنه، تلاوت کننده قرآن هست یا ندانند، هیچ برایش دخلی ندارد علم مردم، آیا چه میگویند چه نمیگویند دخلی ندارد، تنها چیزی که برای او ارزشمند است خود قرآن مجید هست. یک آیه، یک روایت دیگر هم بخوانم خدمت شما. آقا امام صادق علیه السلام فرمودند سألت ابا عبدالله، راوی میگوید، عن رجل قرأ القرآن ثم نسیه فرددت علیه ثلاثا. عرضه میداد ابن رسول الله، یک کسی، حالا نگاه کنید اینجا داشته باشید، یک کسی قرآن رو فرا میگیرد اما به واسطه اون مثلا قلت حافظه، قلت مثلا حافظه ای که برتر باشد، حافظه ای که بتونه بسیار خوب فرا بگیرد، یا مثلا بیمار است بسیار به سرعت فراموش میکند، میگه سه مرتبه یاد گرفته قرآن رو، سه مرتبه حفظ کرده، آیا بر او مسئله ای هست؟ آیا مشکلی دارد؟ علیه فیه حرجون؟ عرضه داشت که فراموش میکنم، نسبت به این سوره هایی که خوندم چندین مرتبه فرا گرفتم اما فراموشی بر من عارض میشود. آقا امام صادق علیه السلام فرمودند، وقتی پرسید آیا مشکلی دارد، باکی دارد، فرمودند نه، یعنی دست خودش نیست دیگه، سعی خودش رو کرده، دو سه مرتبه حفظ کرده اما دوباره فراموش میکند. به این اندازه بسنده میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.